به شم هشم نصره و نسلی اخترا سیوالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب پاراشای ناسو هستیم فصل شش پاسوق بیست و سه بیرکت کنیم دبر ال احران و لمر صحبت کن به احران و فرزندانش ایتور کوت بارخوهد بن اسرائیل آمور لاهم اینطور برکت کنند بین اسرائیل را آمر لاهم بگو به آنها حالا برای مقادش میفهمید چرا گفته پمشنیا لمر یعنی دو بار در پاسخ 22 یک بار گفته و ردوناین ردونای مشل مر و در پاسخ 23 ادامش گفته دبر الاهرون و الباناب لمر چرا دو بار لمر رو در این دو پاسخ پشت سر هم گفته جواب میدن و اولای کی خشکاتو زیرا احساس کرده پاسوق لومر شنو میخواد بگه که شاید مردم فکر کنن احساس کنن که بگن اینو یعنی اینو خوبا یعنی خوبا نیست برای کنی الا رشوت بلکه فقط اختیاری اگر بخوان بیان بیرکت کنیم و بخونن میخوانم نیان و اینجاست که تعلم لمر دوباره لمور رو گفته که شما باید بدونید که این دستوره که میسوات هسته ای این میسوای امره که شما باید بیاید لمور اولواره خدبن اسرائیل بیاید اسرائیل ها رو براخا کنید پس لمور دومی میخواد به ما بگه که باید شما بیاید و اسرائیل ها رو براخا کنید او دیر سه دیگه میخواد بگه اینکه که دوبار لمور گفته شلول ارون و نافشای و آز نه تنها اهرون و بچه هاش که در او زمان بودن به نیمسا یعنی وجود داشتن در دنیا بودن لوت او مثبه به تنهایی داره دستور میده الا گمل دروت بلکه لمر دوم اومده بگه برای دوره های بعدی هم اونها دستور داده شدن که بیان و براخا کنن جماعت رو اد نیت کون لاشون رومموت تو قتل لمر لفظ برافراشتگیه همطور که ما توضیحا خدمتون بگم دوباره می 26 پاسو قیفیدن می فهمد امیر خواهیم خداوند امیر کرد تو را این امروز امیر خواه از لمر لفظ امیری و برافراشتگی است لو مرکی میسوا زویش با زیرا این میسوا از درون دور ملخ کلام پادشاه لقیم ادا که بعد کلام پادشاه رو اجرا کنید و نکته دوم گمگش با معلا یک مقام و منزلت و یک ارزش خاصی است برای کهنین که ابرا خود مسارا مشن به یادا زیرا این براخا رو خداوند به دست اونها سپرده به خاطر مقام و مهم بودنشون که اونا بیان به نام هشم ملت رو براخا کنن و او عمرو دبر لمر هم دبر رو گفته هم لمر رو گفته در مقابل توضیح میدیم در مقابل این که دستور و وظیفه است و باید انجام بدن گفته دبر لفظ سخته که دستور پادشاه است وظیفه است که اجرا کنند از نظری که اونها مقام و منزلت دارند و اونها بزرگی و افراشتگی دارند کهنیم به وسیله اونها به نام هشم ملت وراخا میشن لفظ لمر گفته که لغتی است که گویای امیری و بزرگی است پس بعد میخونیم یه بارخه خواهد اونای بشمره خواهد. یعنی برکت کند خداوند تو رو و نگه دارد تو رو سوال, سوال آرابار خیلی اینه که میبایست بود اول بگه لیشمور یعنی خداوند بنویسه ایشمره خواهد اشم وی اولش مرخها رو بگه یعنی اون چیزی که شما داری شما نگه داره ازش هر بدی رو هر آسیبی رو بعد بگه براخات میکنم چرا اومد اول براخا رو گفته ایقدیم ها براخا و اخر که هشمی را اول گفته براخات میکنم بعد گفته محافظت میکنم لومت شیسوه ادونای شمیراتو تو لاهم لفی ارخ براخا و گدولاتو میخواد به ما این رو بگه که خداوند دستور میده حفاظت و نگهداری برای ملت لفی ارخ بر طبق ارزش و بزرگی اون براخا یعنی اینکه هرچه اون کشم میده بزرگتر بزرگتر بیشتر و عظیمتر باشه احتیاج به نگهداری و حفاظت بیشتری هست پس بنابراین خداوند میفرماید من یک براخای بزرگی رو به تو میدم و نتیجتا احتیاج به نگهداری و حفاظت بزرگی است و من بر طبق اون براخایی که بهت میدم نگهداری و حفاظتم برای تو خواهم فرستاد اودیسه دیگه میخواد بگه شکل کاختی گدولت براخا عد شیستارخ ادونا لشمرخا یعنی که این همه بزرگ این براخایی که من به تو میدم که احتیاج به نگهداری و حفاظت ویژه و خاص داره این نشوندنده دهنده براخای بزرگیه که حشم داره به ملت ما میده پس اول گفته یه خخا بعد گفته ویش اودیس یه بار لو یسوب را مع براخا میخواد بگه من براخا میکنم که این براخا ازش بدی بیرون نیاد یعنی چی یعنی خدایی نکرده باعث گعوا بشه باعث فخر فروشی بشه به خاطر این همه نعمت یا اینکه خدا رو فراموش کنی اون وقت این باعث بشه که از خدا دور بشی و بدی سرش بیاد و بنابراین گفته من تو رو براخا میکنم و نگهداری هم میکنم تو رو از اینکه بخوای گعبا کنی یا اینکه بخوای خدا رو فراموش کنی اوخته پنت و خلب حسابات هم طور که پاسخ دیواری خد دوازه و چار تا چهارده این میسه اونجا پنتو خلب ساباتا مبادا بخوری و سیر بشی و هرانچه که خدا زیاد به تو داده بلند پروازی کنه قلب تو فراموش کنی خدا ازامه پاسخه پس بنابراین اینجا عشم به تو میگه که من براخا میدم مواظب به که خدا رو فراموش نکنی و در همون دواریمه هشت توضیح میده که اگر فراموش کنی خدای خالق تو به خاطر این همه ثروت و نعمتی که من بدادم و بخوری و سیر بشی اونجا من شهادت میگیرم که خدا نکرده آب و تو بدون باعث نابودی خواهد شد ولی اینجا خداوند مواظب تم هست براخایی که هش میده که براخایی که خیلی خوبه پس اینجا ما متوجه ارزش و اهمیت بیرکت کنیم میشیم ادامه مطلب به از 25 میرسه که میفرماد یا ای رشم روشن کند خداوند نور جلالش رو بر تو و تو رو مورد لطف و عنایت و آبرو قرار بده یا ار اینجا حالا برای خیلی چه معنی داره که اینجا روشن کند خداوند نورش را شخینایش را بر تو پروش لو ایه ماساخ ام بین اسرائیل و عوی امشه و یعنی پردهی ای حائلی مانعی بین تو جام اسرائیل و پدر آسمانیت نباشه یعنی مستقیما خداوند نظر خاص به تو داره و فاصله و مانعی بین شما نیست یا ایر اور شخیناتو علی اسرائیل روشن میکنه نور شخیناش رو بر جامعه اسرائیل و این اعارت بانیمه که اینجا یا ایرشن پانا لخا رو میگه خونه کا که گفته پیروش ایتن لخا خین خدا به تو آبرو میده و در نظر همه اون آبرو احسان رو پیدا میکنی و خنینا و تو خداوند بهت لطف میکنه از منبع لطفش به تو لطف میکنه پس هم, هم مسئله آبرو پیدا کردنه هم مسئله مورد لطف خدا قرار گرفتنه لغت بیخونه کا و این نشه پرشتی به پاسخ و برو نگاه کن چیزی که من پیروش کردم در پاسخ و یه ادنا یوسف و یه تلاف خاصت و ایتن خینو به گمر یعنی خداوند داد آبروی یوسف رو در نظر اربابش و احسان به او تمایل داد یعنی خداوند کاری کرد که آبرویی از طرف خدا بر یوسف قرار بگیره که در نظر دیگران آبرو و حیثیت و مقام و منزلت پیدا می کرد پاسخ دیگرش میفهمد پاسخ 26 ایسا ادونای پانا و لخا دیاسم لخا شانوم خداوند خشمش رو از تو بلند کنه و بر تو شالوم بگذاره بعد از اینکه اومده گفته روی خوش بهت نشون میده و خداوند نورش رو بر تو ساته میکنه اومده گفته بازم موضوع نسیوت پانیم ایسا ادونای پانا یعنی چی؟ ایم وو و معصیم از شیف دیلو تخم و تخم و اگر خدایی نکرده خطایی کنید که این باعث بشه بین خدا و شما فاصله بیفته و ما دیسا خداوند بلند میکنه اون دیوار رو اون مانع رو و اون وقت نظرش رو به جامعه اسرائیل میندازه اینجا حتی میخواد بگه اگر حاسب خالی را گناهی کردن باز هم لطف خدا اینشالله از ملت دور نمیشه خداوند اون دیوار رو اون مانعی که به وجود اومده به خاطر گناهان رو ایسا بلندش میکنه تا نورش بر جامعه قرار بگیره بعد میفهمد ویاسم لخا شالوم پروش توضیحش هوب افق اپرود یعنی بجز اینکه اون دیوار رو بلند میکنه و از بینش میبره که بین ما باشیم جدایی میندازه برعکس اون جدایی شالم میاره که ما ملحق بشیم به عقادش بارو خوب و مسکیل به تبت شالوم کسی که زیرک میشه در کلمه یه شالوم میدونه زیرا این یه سو دولان پایه عالمه که دربر میگیره هم بالا هم پایین رو و نگهدارنده بالا و پایین هست و شالم هم در شامعیم هست هم در زمین هست و او کلی مغزیق براغهها و اون ظرفی است که همه برکت ها رو در خودش جا میگیره موقعی که نباشه اختلاف و جدایی بین اونها و این صد و این رازی است که بعد میگه به اوچمی البنه اسرائیل در ادامه پاسخ میده که قرار در این نام من رو بر جامعه اسرائیل و توسط اینکه کهنی اسرائیل رو براخا میکنن به جنبه شالوم نام اشم هم بر جماعت قرار میگیره چون که بین مردم شالوم و سول و صفاست گامر عمر و نیوار و خاتمه میده و من برکت میکنم اونها رو این بیلکت شالوم براخا است که نام اشم هست شالوم نام کدوش و قرار گرفتن نام هشم بر جماعت است که امیدواریم بتونیم این شخینا رو بر خودمون قرار بدیم با سول و صفا و اهمیت بیرکت کهانیم و هم کهانیم عزیز در نظر بگیرن که هر روز با تفیلای جماعتی این میسوای بزرگ و عظیم رو انجام بدن و هم جماعت ما با حضور در کنیسا بتونن این بیرکت کنیم رو بر خودشون قرار بدن و این زخوت بزرگ رو به دست بیارن امیدواریم که کل این براخا بر تمام عاد جامعه انشالله به طور کامل قرار بگیره به زخوت عراب ارحق حقادوش